سر اسباب و فیزیوپاتولوژی شوک به صورت مفصل گپ زده شد. من فکر میکنم که زیادتر ما و شما اگر راز سریزی را اگر امو قسمت های فیزیوپاتولوژی را که به خاطر سپرده باشیم میشه که اراز سریری بسیار ساده بیان شود. اراز سریری شاک ادوانست تراوما لایف سپورت که یک پروگرام ترینینگ از امریکن کالج آف سرجن است. این اعراض سریری شاک نظر به مقدار ضایعات خون به چهار استیج یا به چهار کتگوری تقسیم کرده که ما شما میتونیم میره به این شیما خوبتر ببینیم. استیج یک، استیج دو، استیج سه، استیج چهار. در استیج اول شما میبینین که مریض کمتر از 750 سی خون زایی کرده، مثل که قبلا ما شما گفتیم که تقریبا کمتر از 15% حجم دموی استک مریض زایی کرده. و در این قسمت شما میبینین که این مریض پیش از این مریض پلس ریت ازی کمتر از 100 است، تقریبا بین 80 تا 90 پلس ریت وجود داره. اما چیز دیگه که پیش از این مریضا احساس به خاطر ازی که فشار خون هم پیش از این مریض کم بالاتی نرمال است، اما پلس پرشر هم نرمال است. پلس پرشر به خاطر از اینکه پلس پرشر را بفهمیم، پلس پرشر رو نمود توازن بین فشار سیستولیک و دیاستولیک است. اگر فشار سیستولیک یک شخص 140 باشه و فشار میلیمتری سیما البته، و اگر فشار دیاستولیک شه 80 میلیمتر سیما باشن، این تفاضلی که بین از یا وجود داره 60، اینمی پلس پرشر است یا این پلس پرشر. پیش از این مریض هم فشارش نرمال است، هم پلس پرشر پیشش موجود نرمال است، اما از ریت تنفسیش ما شما گفته بودیم که در شاکایی که انیشیال شاک است اوقدر تفاوت نمیکنه. میبینین که شما ریتم تنفسیش بین 14 تا 20 از دفعی دقیقه و همینطور مقدار ادرار، مقدار ادرارش هم زیادتر از 30 میلی لیتر فی ساعت است. به خاطر از اینکه این موضوع زیادتر در راه سری ما شما را کمک کرده باشه، چیزی که در این مهم است من این را برای شما در اینجا تشریح میکنم. مقدار ادرار همیش در یک شخص کاهل 0.5 میلی لیتر فی کیلوگرم وزن بدن در فی ساعت است. اما این بالت نرمال است، اما همین پیش اطفال 1 میلی لیتر فی کیلوگرم وزن بدن فی ساعت است. پیش نوزادات تقریبا 2 میلی لیتر فی کیلوگرم وزن بدن فی ساعت، این بالت نرمال است. و بعدا باز ما شما در تداوی هم خواهد دیدیم که ما شما اینمی حالت باید پیش مریضا نگاه کنیم. وقتی که به این شکل با شما میبینیم که در اینجا مقدار خون کمزایی شده، فشار تقریبا خوب است، نبض خوب است و وظایف دماغی کاملا به صورت نرمال است و در اینجا میبینیم که جلد مریض قدر پیل نیست، خاصف نیست به خاطر اینکه مقدار کمی خون زایی کرده و مریض دیگه اعراضی وجود نداره. که تنها یک مریض یک احساس ناراحتی از این حادثه که صورت گرفته یا از خونریزی که پیشش به وجود آمده، از این خاطر مریض یک احساس نارامی داره. در استیج دوم، در استیج دوم یک خونریزی زیادتر از تقریبا 750 تا 1500 سی خون مریض چی کرده؟ زایی کرده که تقریبا 15 تا 30 فیصد خونریزی ایچی خون تمام عضویت خود مریض زایی کرده و نبض مریض زیادتر از 100 است و فشارش دارت ارتوستاتیک پایان می آید. فشار ارتوستاتیک هایپوتنشن داره. ارتوستاتیک هایپوتنشن به این معنی که اگر مریض
خواب بیدار باشه فشارش نرمال است. اما اگر مریض شما دفعتن بخیزانین در این صورت فشار مریض پایان میشه. اینمی هایپوتنشن پوسترال هایپوتنشن یاد میشه که پیش از این مریض ها پوسترال هایپوتنشن پیشون موجود است یا به حالت ارتستاتیک فشار پیشون پایین میفته و دیگه پلس پرشار پیش از یا بالا میره. اما مقداری که ما اون پرشار گفته بودیم اگه فشار یک مریض 120 باشه بر 80 و 220 پس پرشار از یا 40 است. اما در اینجا دیاستولیک بالا میره اگه 120 بر 100 شما او چی بالا میره پلس پرشار تقریبا چقدر 20 یعنی پلس پرشار پیش از یا پایین میفته و دیگه ای که تنفسش بین 20 تا 30 دقیقه و چون قسمت های موازوی که گفته بودیم او تنبیه میکنه مرکز تنفس مرکز تقریبا مریض در یک دقیقه تقریبا 20 تا 30 دفعه تنفس میکنه و یک کمک زیادتری مریض ها نارام میباشه و بیقرار میباشن و چیز دیگه که مهم است جلد از یا همیش خاصف است رنگ جلد خاصف است رنگ جلد خاصف و مریض عرق آلود است پیش مریض عرق موجود است و بعضا مریض احساس تشنگی میکنه و پیش از این مریض ها ادرار کم میشه و در بوجه ما فکر میکنم که گفته که مقدار ادرار بین 20 تا 30 میلیلیتر در فی ساعت است از این خاطر مقدار ادرار پیش از یا کم میشه و چیز دیگه که مهم است عرض دیگه است که کپیلری فلو یا امیر ببخشید کپیلر ریفیل تایم کپیلری ریفیل تایم پیش از این مریضا پایین مه این کپیلری ریفیل تایم چی است؟ وقتی که شما یک مریض به استجای زری یا به پشت بخوابانین و برازی که پنجای پایش هم سطح قلب باشه وقتی که شما در سر ناخون ازی فشار میدین اینمی تغییر رنگی که سفید در وقت فشار میشه وقتی که دستان پس کنین باید از ظرف دو ثانیه پس دوباره رنگ چی خود بگیره عادی رو بگیره نه تنها در پای در تمام قسمت های زویت اما اینمی در پیش مریضایی که در شاک باشه خصوصا در این مرحله دوم اینمی کپیلری ریفل تایم دوامدار میشه شاید در ظرف دو ثانیه بوجود نهد و ظرف دو ثانیه یا سه ثانیه ای بوجود نهد و دیگه به استیج سیوم است که در استیج سیوم این مریض ها معمولا 1500 سی تا 2000 سی خون چی میکنن؟ زایع میکنن و در این صورت اما مقدار خونی که زایع شده بین 30 تا 40 فیصد حجم مجموعی عضویت است که خون زایع کرده در اینجا میبینین که ریتم قلب بسیار بالا شده تقریبا از 120 بالاتر است و یک فشار خوب فشار پیشش پایین آمده و اما پلس پرشر کاملا تقریبا بعض وقتهای فشار سیسیلیک دیاستولیک کاملا با هم یک برابر میشه و تعداد تنفسش بین 30 تا 40 است و اما رقم هم مقدار ادرار به اندازه 5 تا 15 سیسی فی ساعت شده که میشه ما میگیم که یک گولیگو یوریا پیش مریض موجود است از نظر دماغی مریض کانفیوز است مریض نمیفهمه مریض گپای به جای میزنه سوالای به جای میکنه و نظر به ای که این نارام است و خصوصا کاتکولامینایی که گفته بودیم در دوران داخل میشه این مریض بسیار تهیج می داشته باشن نارام می باشن اینمی تهیج نارامی از یا سبب توراسیک پامپینگ میشه توراسیک پامپینگ یعنی
وقتی کی کار میکنه یک مقدار زیادی خون بازم از جدار صدر یا از قسمت های داخل دوران میشه و یا که پای خود بسیار نارامی میکنه دست و پای مندازه کیره زیادتر میشه که مسکولار پمپنگ میشه که یعنی یک قسمت زیادی خون بازم توسط اینمی حرکاتی که غیر ارادی به وجود میاد یک مقدار زیادی خون به داخل دوران میفته. جلد از این مریضا زیادتر خاصف است، عرق آلود است، یک تقریبا یک رنگ جلد سربی داره. از نظر ادرار خوب گفتیم اینا بیخی کاملا ادرارشون پایین میاد و مقدار ادرار کاملا کم است. و چیز دیگه که گفتیم اما کپیلری ریفل تایم پیش از یاد بسیار بابتات صورت میگیره، شاید هم هیچ وجود نداشته باشه وقتی که شما فشار میدین، اما حالت سفیدی که با وجود میاد اما حالت دوامدار میتونه باشه. وقتی که مقدار خون از 2300 زیادتر مریض خون زایی کرده باشه در استیج 4 که تقریبا از 40% حجم دموی زیادتر باشه، در این صورت شما میبینین که پیش مریض اما تاکیکاردی بسیار موجود است که زیادتر از 140 شما نبضان، حتی بعضی وقت نبض ضعیف است، بعضی وقت نبض غیر منظم است، حتی بعضی وقت برخلاف نبض بسیار بدتی میتونه باشه. از این خاطر نمیتونیم که ما شما همه سر نبضای بسیار سریع حساب کنیم، بعضی وقت در این مرحله نبض کاملا بدتی میشه به خاطر از اینکه مریض طرف مرگ میره و نبض میتونه بدتی باشه. و قدر گفته که یک هایپوتنشن بسیار شدید پیشش موجود است که حتی باز وقت نمیدونیم که حتی فشار شنیده شده و همینطور پلس پرشر کاملا از بین میره و اونو تقنا یک تکی که میکنن کردو فشار میتونیم و شما بگوییم و تنفس از 40 زیادتر است و ادرار کاملا تقریبا غیر قابل صرف نظر است که میتونیم و شما انیوری بگیم پیش مریضا تقریبا هم یک حالتی انیوری پیشش موجود است. از نظر دماغی مریضا کاملا کانفیوز، مریض تقریبا لیترژیک به تفاوت و این مریضا حساسات متاسفانه طرف مرگ میرن. تشخیص شاک، قسمی که پیشتر اعراض سیری و فیزیوپاتولوژی شاک گفتیم، من فکر میکنم که تشخیص شاک نظر به مراحلی که قبلا گفته شد فرق میکنه و اگر شاک در مراحل ابتدایی تشخیص شود و اتمامات لازم گرفته شود مریض خوبتر بیبودی حاصل میکنه. و در شروع ما گفتیم که در استیج یک تقریبا یک تا اندازه یک بسیار کم نبض سری میشه و مریض یک کمی وارخطا می باشه، اما دیگه تمام اعراض کاملا پیشش نرمال است، فشار نرمال داره مریض. و چیزی که مهم است در استیج دو مریضا همو پوسترال هایپوتنشن داره. وقتی که مریضش ما از حالت خوابیده میشنیم اینمی مریض دفتن یک سرچرخی پیدا میکنه، دوباره پس دراز میکشه. پیش مریض یک وقتی که فشارش معاینه کنیم میکنیم تقریبا یک 10 درجه فشار در اینجا تفاوت میداشته باشه. چیز دیگه که دیگه است مریضا یک تشنگی می داشته باشن به خاطر از اینکه هورمون کاتکولامینایی که در سب فورنیکال دماغ در وجود تاثیر میکنه پیش مریض یک حالت تشنگی و به نظر به تقبض یویه که وجود داره یک پلس چی یک پیل است دارید یک خصافت پیش مریض سر در سر تا سر عضویتش یک خصافت وجود داره، مریض عرق داره، مریض نهایتش سرد است، تغییر رنگ کاملا دیده میشه و میبینیم که قدوات عرقی پیش چنبی شده. پیش از این مریضا معمولا یک چی سرد یک عرق سرد موجود میباشه و مریض از نظر روانی در استیجی که قبلا گفتیم فرق میکنه، بعضی جای مریض نارام است، بعضی جای اگر چی زیادتر باشه مریض کاملا مضطرب مغشوش سراسیم است. و به این شکل ما میتونیم که اینمی نظر به این اعراض و علائمی که قبلا گفتیم شاک تشخیص کنیم و تشخیص از این نظر به اینکه اگر خونریزی خارجی باشه و قدر مشکل نیست، در خونریزی های داخلی باید این مریضا بار بار معاینه شود، یک تاریخچه خوب دقیق گرفته شود و تمام علائم حیاتیش
ثبت شوه و تغییراتی که در او جامعه دیده شوه، خصوصا در خونریزی که در داخل جوف بطن باشه، این با علائم دیگه که در دیگه امروز دیده میشه، خصوصا در اگر خونریزی در خلف پریتوان باشه، این خونریزی میتونه که در دور ناف تجمع کنه شکل یک کولین ساینه که در پانکراس هست، در پانکراتیت است، و یا شکل گریت تورنر ساینه که در دو طرف در جنب بطن است، باید توسط اینا تمامش مد نظر گرفته شد تا با اونا تشخیص شود. چیز دیگه که در تشخیص یا در تشخیص تفریقی مهم است پیش مریضای این ابریت است. مریضای این ابریت یا مریضای هستند که در اثر ادویه خصوصا نوشیدن الکل یا ایتانول وقتی که اینا بسیار نشه میشن یا مست میشن، در این حالت ها خصوصا در بعض واقعات که در واقعات ترافیکی رخ میده، برای ویزی که این مریض های این ابریت است، در این صورت یک تردید هم صورت گرفته و در این دیده نمیشه که آیا این شاک که پیش از این به وجود آمده این مربوط به شاک تروماتیک است یا دسیز که رویست یا دسیز که خونریزی به وجود آمده. چرا؟ به خاطر از اینکه این چای نشه دو چیز مهمه که در شاک موجود است این ماسک میکنه. یکی پیش از این مریضا نظر به این که این ایتانول اویای محیطی را توسو میده، این مریضا خاصف نیستن، برخلاف یک رنگ گلابی، یک رنگ گرم، جلدشان گرم، رنگ گلابی داره به خاطر از اینکه یک توسوی اویای محیطی کامل پیش از این موجود است. و موضوع دیگه یکی از این آنتی دیوریتیک هورمون پیش از یاد نایه میشه. وقتی که نایه شد این مریضا بایی که در شاک هایپوولیمیک است اما یک مقدار زیاد ادرار میداشته باشن. در این صورت بسیار به مشکل است که تشخیص تفریقی باید پیش از اینا خوب شود، فهمیده شود و از یک استجواب دقیق و همچنان سویه تنول باید در خون زیاد ماینه شود. موضوع دیگه شاک انسولین است. پیش مریضایی که انسولین دیپندانت است، اینا اگر وقتی که انسولین پیش از زیاد گرفته میشه یا هایپوگلایسیمی پیش از زیاد وقتی که موجود به وجود به نهایت سرد میشه و پیش از این مریضا اگر عرق دیده میشه و در این صورت باید یک تاریخچه دقیق از زیاد و کارت دیابت از زیاد دیده شوه. در صورتی که مشکوک باشد میتونیم که از مرحله 50% گلوکوز 40-50% در داخل ورید زر شود تا اگه تشخیص تفریقی بین از این دو شاک شود.